La misura de Cristóbal me conoce. Un jefe, lui estaré. Para correr en dirección a la pelota, se le chiude! Chiude Darvoze! یه گل بیامانه دیگه برای ایران! امیر خلیلی از پشت خط 18 قدم شوت سنگین و سرکش تور دروازه کویت رو میلرزونه و ایران حبیب روشنزاده سال 1316 در تهران به دنیا آمد. دوران کودکی رو در محله پامنار سپری کرد و با فوتبال در مدرسه نظامی خیابان سپه که از مدارس نوبنیاد زمان رضا شاه بود آشنا شد. روشنزاده بعد از پایان تحصیلات و با افتتاح اولین تلویزیون خصوصی در روز جمعه 11 مهر ماه سال 1337 کارش را در تلویزیون ایران آغاز کرد و او را باید به عنوان اولین گوینده تلویزیون در ایران دانست که پس از پیام محمد رضا شاه پهلوی در صفحه تلویزیون ظاهر شد تا نام روشنزاده در تاریخ تلویزیون‌های ایرانی به عنوان اولین نفر برای اجرای برنامه ثبت شود. یک ثبت تاریخی که نشان از ارزش و اهمیت کار روشنزاده در تلویزیون دارد. تلویزیون در سال 1337 11 مهر ماه 1337 افتتاح شد. اولین گوینده‌ای هستم که بر صفحه تلویزیون ظاهر شدم روز 11 مهر ماه و صحبت کردم 1337. ولی تلویزیون خب یه تلویزیون تجارتی بود، خصوصی بود. اولین کشوری بودیم در خاورمیانه که صاحب تلویزیون شده بودیم و چون تلویزیون خصوصی بود و تجارتی هنوز و تازه پا هم بود به ورزش نپرداخته بودن. یه گاهی مثلا من یادمه که حبیب ثابت مؤسس تلویزیون دعوت میکرد از یه گروه ورزش باستانی شعبان جعفری میامد اونجا برنامه ورزش باستانی اجرا میکرد. یا یکی دو بار من خودم محمود نامجور رو دعوت کردم باش چند تا مصاحبه انجام دادم ولی برنامه ورزشی نداشتیم. و بعد من اومدم از تلویزیون بیرون، اومدم رفتم به وزارت اطلاعات جهانگردی اون زمان که رادیو و خبرگزاری پارس و اداره مطبوعات و جهانگردی و اینا همه جزش بود که گزارشگر ورزشی بشم. منو به هر حال گذاشتم در اختیار خبرگزاری پارس و اونجا گزارشگر سیاسی گفتن باش، سیاسی اشتباهی، نذاشتم ورزشی بشم تا زمانی که تلویزیون ملی ایران افتتاح شد و من اونجا اولین جایی رو که انتخاب کردم، قسمتی رو که انتخاب کردم ورزشی بود و اصلا گروه ورزش تلویزیون رو و تلویزیون ملی ایران که بعد شد رادیو تلویزیون ملی ایران من راه انداختم، مؤسسش بودم، پایه‌گذارش بودم یه نفری. ای هم صدای دیروز و فردا عاشق‌تر از ما کی میشه پیدا، وقتی تو باشی هر لحظه با من فرقی نداره اینجا اونجا. روشنزاده در زندگی خصوصیش با یک نام بزرگ در موسیقی ایران یعنی پوران پیوند زناشویی بست که حاصل این ازدواج دو فرزند دختر و پسر به نامهای آرزو و امید هستند. روشنزاده هنگامی با پوران پیوند زناشویی بست که همسر او بلند آوازه بود و در اوج شهرت و بسیاری گمان داشتند که نام پوران توانسته راه را برای درخشش روشنزاده بگشاید، در حالی که روشنزاده در میدان عمل نشان داد که شهرت همسر نمیتونسته در یک کار 100% تخصصی و سوار بر استعداد و خلاقیت کمترین کمک رو بکند و به درستی این اسطوره گویندگی و مفسر ورزشی تنها و تنها با لیاقت و سزاواری های شخصی توانست از پله های کارداری و محبوبیت مردمی بالا برود. مشوق اصلی من همسرم بود. اول گفت نکن، یعنی وقتی رادیو فرستاده هم من گفت نکن این کارو، بهمنش در یه جایی ایستاده که تو نمیتونی بهش برسی و میری خودت خراب میکنی. من چند تا از رپورتاجایی رو که انجام داده بودم برای تلویزیون نواراشو صداهاشو گذاشتم براش گوش کرد. گفت اینا تلویزیونی، تو فکر میکنی میتونی 90 دقیقه صحبت بکنی و مسابقه رو گزارش بکنی؟ گفتم که من فکر میکنم میتونم. گفت برو ولی فکر آوری من باشی. روشنزاده و یک خاطر از گوینده توانا و استثنایی به نام عطا بهمنش. بهمنش اولین باری که یک مسابقه ورزشی، یک مسابقه فوتبال رو به طور 90 دقیقه به طور کامل
رپورتاج کرد بازی ایران و هند بود در مسابقات مقدماتی المپیک 1964 در تهران، برمیگردم 1343. بهمنش اول به صورت مقطع اجرا میکرد گزارش های رادیویی رو، مثلا 10 دقیقه گزارش میکرد یه مسابقه فوتبال یا یک مسابقه کشتی رو، بعد دو مرتبه برمیگشتن. ولی برای اولین بار که 90 دقیقه کامل پخش شد از رادیو، مسابقه ایران و هند بود که خود بهمنش هم چند بار برای من تعریف میکرد، میگفت که وحشت داشتم. میگفت اصلا نمیدونستم که میتونم این کار رو بکنم 90 دقیقه یا نه، که بالاخره این کار رو کرد و به هر حال همتون میدونید و همه میدونیم که موفق ترین گزارشگر ارزشی ایران بوده و اسمش در حقیقت بستی بگیم که در تاریخ ماندگار هست چهرش، و همینجا حتی احترام میکنیم بهش و عمرش دراز بود. نظری این توپ رو برای عبداللهی که وسط، عبداللهی آهسته آرام به قاسم پور، یار زحمت کشید جبهه چپ، هافبک خوب ما، هافبک اوشار، توپ قفور، قفور به صادقی، صادقی شوت میزنه، روشن، گل، گل، گل روشن، گل، گل دقیقه 88 در اسرائیل. بنابراین بازی اینجا تمومه. من تبریک میگم به همه شنوندگان و بینندگان. حالا نگاه کن زمین رو، در زمین چه خبر هست. پس از فاجعه‌ای به نام انقلاب اسلامی، روشنزاده همراه با شماری از برجسته ترین گویندگان تلویزیون ملی ایران به اصطلاح پاکسازی شد. خب محاکمه اداری تشکیل میدادن، یکی یکی اخراج میکردن، بعضی رو بازخرید میکردن، بعضی رو اخراج میکردن با ماه حقوق، مثلا 10 سال سابقه خدمت داره 10 ماه حقوق میدادن. من رو که اخراج کردن حقوقم به هم ندادن، هیچی به هم ندادن. همون روزی که خدمتون عرض کردم که محاکمه میکردن من رو، یک سوالایی از من میکرد این آقا که واقعا نمیدونم بگم چی اسمشو بذارم. از من به من میگفتش که شما چرا هر وقت پسر شاه مسابقه فوتبال داشته شما رو میبردن به کاخ سعدآباد اونجا براش گزارش بکنید. حالا ماجرا از این قرار بود که ولی عهد یه تیم فوتبال داشت برای مدرسه‌شون و خودش هم تو اون تیم بود، با تیم‌های مدارس مختلف مسابقه میداد. وقتی فینال این مسابقات تیم رضا پهلوی می‌رسید به مثلا بازی فینال، اینا می‌خواستن که این بازی ضبط بشه. شخص رضا قطبی، مدیر عامل رادیو تلویزیون، به خود من تاکید کرده بود که پخش نکنید از تلویزیون، این چیز شخصیه، یه تیکه کوچیک میخواید خبرشو پخش بکنید یه فوتیج کوتاه، ولی کامل پخش نکنید از تلویزیون مسابقه رو. و رضا پهلوی برای آرشیو خودش میخواست، و هر وقت هم که ما میرفتیم اونجا با دستگاه ضبط میکردیم، خب بخواست با صدای من باشه. این یکی از ایراداتی بود که من گرفتم که تو رو چرا میبردن. روشنزاده با بهره‌مندی از اخلاق ورزشی همیشه مقام پیشکسوت‌ها را ارج نهاده و برای مثال هنوز از بهمنش و مانیک خدابخشیان به عنوان دو همکار برجسته خود یاد می‌کند و بیشترین احترام را برای آنان در هر کجا و در هر تریبونی اعلام داشته است. من ضمناً می‌خوام از فرصت استفاده بکنم از همکاران قدیمم همشون، در صدرشون عطا بهمنش که به عنوان یک پیشکسوت و اسطوره در این کار همیشه بهش احترام گذاشتم و احترامش رو دارم، ستایش میکنم و سپاسگزاری میکنم. مانوک خدابخشیان بود که یکی از چهره های واقعا استثنایی ورزش ایران به خصوص در زمینه فوتبال بوده، تحلیلگر خوبی بوده و هست. در بازی برای شما چه حریفی مشکل تر دیده شد؟ یعنی که برای بازی همه کره بود که این مسئله برای ما بود. در تیم حریف که بیشتر توپای هوایی رو زد، شما به عنوان کاپیتان تیم و آدمی که تجربه دارین، فکر می‌کنید به چه علت بود؟ آیا به علت قد بلنده؟ علت قد بلند اون حداقلن 10 تا کازرنیون بلندتر. روشنزاده امروز در 77 سالگی همچنان پرشور و پرتلاش در عشق خود کوشاست و روزی نیست که با ورزش
و رویدادهای آن همگام نباشد و به راستی سایه به سایه با ورزش ایران جهان روزگار می‌گذراند. کار ما در خلاصه شده الان در شرایط فعلی یک گزارش در روز 3-4 دقیقه، یک گزارش برای برنامه صبحگاهی رادیو فردا که در ایران به وقت ایران بین 7:30 بین 7 صبح تا 8:30 پخش میشه. من نمیدونم تا کی میتونم این کار رو انجام بدم، ولی تا زمانی که بتونم دوست دارم انجام بدم. برای استاد حبیب روشنزاده تندرستی و سرخوشی آرزو میکنیم و باشد که او را یک بار دیگر در رسانه ملی ایران و سرزمین آزادگشته به تماشا بنشینیم که میتوان گفت بزرگترین آرزوی این اسطوره رسانه ورزشی ایران است. استن سال من دیگه قد نمیده که من برگردم تو اون مملکت و بتونم مثلا برم توی استودیوم 100,000 نفری که آرزومه، چون استودیومی است که از روز اول که کلنگ این استودیوم زدن من اونجا بودم. یادمه که کلنگ که نزدن، بولدوزر اومد. وزیر آبادانی مسکن گفت اینجایی که بولدوزر داره خاک برداری میکنه جلوی هویدا، گفت اینجا زمین فوتبال خواهد بود، زمین استادیوم 100,000 نفری خواهد بود. وقتی میخواستن مجموعه رو خاک برداریش رو شروع بکنن، در حقیقت استادیومی که نشون میده جای جای این استادیوم، من یادم میافته که مثلا اون روز اینجا اینجوری بود، همون روزی که بازی پرسپولیس و استقلال انجام میشد من اونجا کنار زمین وایساده بودم. به کسانی که در حقیقت بعد از ما آمدند و الان دارن اداره میکنن ورزش رادیو تلویزیون رو در داخل کشور، یک توصیه دارم و اونی که با مردم صادق باشند.